سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من, من کارون و فرهاد فضا نشد چون فعلا میزبانی تا نظرات تو بگی اون موقع <تصفح> مهمان خیلی برد فلویده مهمان و میزبان بودن اینجا سلام خوب هستین؟ مرسی فکر کنم اپیزود که بیه فکر نه اپیزود که میاد یه اتفاقات جدیدی افتاده تو دنیا دیگه باید باشه آره جواب انتخابات آمریکا در اومده و ال... الان تو چه اصلا دو شنبه انتخابات پس فردا انتخابات فرد ولی الان ارلی ووترها رفتن بله بله دیدی نگاهش نمیشه به ترامپ رای بدن هی میزد یا رو اسکرین قبول نمی کرد تا یه دونه دیدم آره عجیب بود نمیزاش نه هر چی هی میزد کلیپ های چیزه بابا کلیپ همین ان دی و کاملا آره احساس تو جای نتایج انتخابات اینجا چی بود میشد حد خب میدونستی ما که میدونیم چرا چه زندگی میکنی ها <تصح> <تصح> حدس میزدیم چی میشه ولی دوست نداشتیم مثلا باید. خیلی نزدیک بود خب زیاد نمیشد این به همه هم اینا کسایی این که سال دیگه میان میگن ای بابا اشتباه کرد فلان چه خبر خوبید خوشی هفتهتون چطور بود آره خیلی شما خیلی نیست عقبه سیاسی دارید من دیگه دوست دارم سیاسی شروع کنم بحثامو فرهاد و فرزاد توی اپزود قبلی گفتن دیگه عقبه سیاسی دارن بچه بچه‌ها توی کمپین‌های مختلف شرکت کردن چطور بوده فرهاد از تو بپرسم هفته چطور بود؟ شلوغ عجیب غریب آره شلوغ نامناسب مشغول کار دیگه فقط کار فقط کار جدی سخت <تصفح> گل کاشتم امروز گل کاری کردم آها یه گل گل گفتم بالکن چی تو اون که نمیزنم اونها هی میان میریزن بالا خودشون هر سه ماهه بار ولی خودم یه سری گل دور آخه نمیتونی با اون سیبیلی که میاد اونجا رو میکاره بهش بگی آقا تو رو به این دست نزن اون با من میریزن بالا یعنی چی میریزن از نو از نوعی سری بعض میکارن یه دلار اینجوری بده بهش بره بذار نه ولی خب کارم بج... زیاد میبره یعنی نمیکشم نمیتونم اونو اون باقچه رو وایس یارو تو بهش بگو چی کار کنه <تصفح> جدی میگم برو گلایی که دوست داری و بخواه <تصفح> این ها بگو 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 بگو. آره بگو اینا رو بکا اینم پلن خوبی خب ولی گل آره گل چیز بود تو این فصل بنفشه من خریدم بنفشه کاشتم بنفشه انتظار داری ما واکنش خاصی بدی آه اه من نمی ده ده. تو این آره من نمیدونم بنفشه اید مال چه تو این فاز کار نمیکنه آره من همیشه بنفشه قبل عید مثلا یک ماه قبل عید من دقیقا می... همین جوریه میکنه خب بنفشه کاشتم این دیگه فکر کنم یه عکس بعد به اون بدی هست میزا عکسش هم واسه تو میفرستم بیاد پایین حالا چرا بیا پایین نمیشه بیا وسطش مشکیه دورش بنفشه واقعا آره ولی خب رنگای دیگه هم داره نارنجی داره زرد داره کل کاری کردم شما چه خبر؟ شما درگیر کار؟ همه تون خیلی امایهی بودین این هفته میسینگ این اکشن آره ایمان بند خدا هی پیغام داد ما نه بابا چرا؟ پیام دادی ما جواب ندادی؟ یه پیام داده جواب ندادی یه پیغام دادم که هیچی جواب ندادی من ریلیس کردم خود کرد نه من من ولی فکر من یه جای دیگه هم پیغام داد من اونجا جوابش دادم اونجا ما هم جواب دادم آره ولی یه پیغام دیگه آره جمعی اصل جمعی اصلاً مطلب آره, ما الان بذار توضیح بدم برای کسی آره. که میشن خیلی آره. کنم گنگ داریم صحبت میکنیم هیچ که نمیدونه چه خبره ما الان در پی عوض کردن در واقع عوض کردن ادیتورمون هستیم میلاد که ایرامود خیلی سر شلوغه خیلی کارهای مختلف داره میکنه و امیدوارم به خدا که تا چند ماه دیگه بیاد پیش بی ما آره و درگیر اون کار دیگه الان یکی دیگه از عزیزانی که تو ونکوره رو داریم باش کار میکنیم و اپیزود قبلی اون ادیت کرده بود تقریبا هیچ کس هم آره هیچ, کس هم هیچ یعنی هیچ کدوم از شنوندگان و بینندگان هیچ عکس عمل نشون ندادن انگار که همه چیز این بوده و من خوشحالم از این قضیه الان نزیه. توی اپیزود 10 تا چیز در میار. هر کی هر چی بگه من دیگه قب... <applause> پاک میکنم کامنتاتون به صورت آره خاصی دیگه ریلیس آره اصلا دیگه ریلیس, ریلیس, آره، آره، دیگه ریلیس هم نمیکنم برای همین الان سر این موضوع صحبت جدی برای خوبه توه خوب و بد دیدی مگه تو من دوبر برم <applause> دیدی آدم ها برم آره دوبر, آره. دوبر, بدم بر. دوبر نه دوبر 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 اوکیه دوبر بره چی گفت یعنی ج... درست, درست, درست گفت تو این مضمون نه ولی عبارت درستیه دوبرش بره دوبر بره میفهمم یه آره میفهمم خب خدا رو شما اون وردی فقط دماغ بودم این شاید یه ذره دماغ دهنی از لب دهن ما تو چرا فرزاد چیکاره کردی هفته آره هفته شروع بود قبلش آپارتمان فرهاد صحبتش شد یه لحظه یادم افتاد اگه مامان بابای تو هم اونجا بودن فکر کنم با اون باخچه اتفاقات عجیبی می افتاد چون من هفته یه بار یاد پدرت می به خدا خیلی نیاز دارم به ایده های چه یادت به نه فقط تو خونه چیزی دیگه هم یه سایی جا میرسدم میگم What would Great Park do? What would Jesus do اصلا؟ من خیلی وقتا این سواله خودم میپرسم ولی میدونم که در توانای من نیست چیز کردن یه هرچی مکانیزمی هم برای سپر ترایی کردی که چی؟ که توی یه سری شرایط خاص یاد بابام بیفته به سپر میگه هر موقع میخوای تصمیم بگیری اول فکر کن ببین فلان کس به این شرایط چیکار آره آره آره, آره. خیر من بهش بعضی <قدر> کار آره قبول دارم این روشو یکی رو بر خودتون اون قرار بدین <applause> و ببینید که اون شخص تو <applause> اون زمینه چیکار میکنه یا تو کل زمینه آره نه خیلی به برداشت, برداشت ما از اون شخص داره مهم نیست بازم تو میخوای به اون شخص نزدیک بشی دیگه نه خب همینی من اگه برداشتم کج باشه یه چیز کج از اون برداشت میکنم و تصمیماتی که میگیرم باج دارو از برداشت خودت صافتره من به تو قول برداشت برداشت تو صافتره مطمئنا. فرضا داره بده خب داشتی میگفتی این هفته اسم پدر من اومده تو ماشین تو چقدر وقتی گرفتی یک سال نشده درست میگن؟ نه 28 نوامبر میشه یک سال خیلی نزدیک <تصفح> <تصفح> <خوب خیلی نزگید. تصفح> من وقتی که ماشینو رو گرفته بودیم توییت زدم که فکر کنم بعد ویدیو بنف بود گفتم ما دو داریم مثلا میشه ماشین بله بگیریم بله. اینا اون اه... تخمشو من اون موقع کاشتم بله بله. و این هفته برداشت, برداشت, تخمشو برداشت کردم تخمشو <تصح> رو ماشینو گرفتم چم چمدو... چیز دو جابجا کردم اما از دوشک... پارسال دو شکو نگه یک سال ماشین ما با استراتژی الان وقتش نه بخل. آخه من همیشه اوپن ماشین هر بخواد آره خدای ولی یه داستانی اتفاق افتاد ای... که بهت نگفتم وقتی ماشین دستم راستش پایین <laughs> زیر پیدا نیست ما به دوشک دو شک با یه مبل سه نفره هم مثلا جا به جا و گوشه ای از خونه و یه گاف صندوق نه <applause> بعد ببین این موقع تو دانتان <ماشین> جلوش بلند شده فکر کنم یه تک شخص داده آره بعد دانتان هم معروفه به حالا خیابون های سخت و اینا نسبت به تنگ و آره. تاریک آره بعد اینجایی که رفتیم یه دونه پارک من برای اینکه بتونم دنده عقب بیام و اینا جای ماشین خوب باشه واسه لود کردن و میرفتم رفتم اینجا دور می زدم. گفتم من میرم تو اندرگراوند تو پارکینگ پایین اون ساختمون دور میزنم چون پشت <applause> نه سخفش مطمئن بودم چون آره بعد پشت سرم ماشین اومد و اینا گفتم اوکی دیگه من باید برم تو پارکینگ برم توی جا پارک و دور بزنم بیام بعد رفتم پارکینگو برگردم ماشین نمیپیچید که بیاد بیرون ماشین دراز بود برای <applause> اون, برای اون, اون راه برگشتش <applause> ماشین پشت سرم داره میاد بعد بارون شروع که از اون بارونه بعد اومدن و پنیک کردم یعنی واقعا تحصیل. چند تا چیز کردم عقب جلو 20 دقیقه بود ماشین تازه دستم بود خیلی سخته آره. اولش بعد پنیک کردم شو عرق کردن هم ماشین پشت سرم داشت می اومد همین که باید برم اونو بردارم اون طرفم خب منتظره بعد ماشینم در نمیاد نمیدونستم چیکار واقعا نمیدونستم چیکار کنم بعد هی عقب هم با ماشینم عادت نداشتم یه دونه از غذای خانمی هم اونجا کار میکرد حالا نمیدونم ایونت خاصی بود داشت او. ترافیک رو هدایت میکرد اون داشت کامنت میداد بهم به که چی کار بکن اوه. محتابم از اون داشت کامنت میداد که چی کار بکن <تصفح> خیلی سناریوی بعدی بود سختی بود یه جا واقعا به ذهنم رسید که تو ویدیو هم دیدیم هایی که بعضی قاطی میکنن با, با ماشین دارم. میرن تو دیوار گفتم <تصفح> من نه رو گاز و ویدیوش میاد بعدن و این ماشین رو در میارم هر جور شده کنارش میزنم یه ماشینم میخرم برای ایمان ببین یه لحظه به اونجا رسیدم گفتم هزینه ماشین میخرم دیگه و بعدش دیل میکنم با این تصمیمم بله این یه لحظه اومد تو ذهنم ماشین ای ایمان ای دیگه ماش به من نمیشه بس ساعت چا میدی من به یه طرف اسمو را نه آخه حواسه تا ایمان از اول که تعریف میگه هی منتظر تو به آخرش بری اره. بعد یادت باشه یه جایی هم صحبت شده بود تو خاطراتو خیلی یواش تعریف کردی <تصحبت> یادت خب من باید استوری پیش خودم ایمان الان چیزی دیگه بعد دیگه ز... ترفندی زدم دنده عقب گرفتم در. یه مسیری فرزاد دو... پاین... نظر کرد اونجا و اون راه رو گرفتم که در واقع برای اومدن بود چون او. واقعا واسه تو این راه نمی پیچیدی ماشین خیلی دراز بود درست خب در... ماشین در اومد دیگاره. ولی یه ام... تایم خدا شکر خطو آره. راست میگه بعضی موقع ماشینه یه سری جاها رو درست داره. نمی پیچه یعنی باید بری قشنگ دور بگیری سخت دیگه ماشین تو چه میدونم من از این ماشین خودمون به ماشین مامان امینا مثلا یه دفعه سوئیچ میکنم میتونم که اصلا نمیفهمم این ماشین چی داره کار میکنه <تصفح> آره من تورنتو بودم یه سر قرار برم اتاوا یکی از دوستانو ببینم ماشین اجاره کردم همین ماشین ایمانو دادن مثلا اولش نشسته بودم تو خط نمیتونستم بمونم یعنی بعد مدام آینه ها رو نگاه میکردم که خط نزده باشم یه جام دقیقاً رفتیم پارکینگ اصلا دندقه و ایناش نشدنیه چون دو... قطری که لازم داری که یه دور بزنه خیلی بزرگ خیلی سخت میره بیرون مم. من من میگم به داری شنوانده حسین هم اینجا حسین به صورت تماشاچی زنده و شنوانده زنده اینجا نشسته و داره شرایط میتونید بریزین صدش میتونید بریزین دی ام حسین من چند روز پیش رفتم تو این گروه خودکاست یه ساعت 5 صبح ایران بود رفتم گفتم سلام و مثلا چه خبر رو ببخشید و ما مدت اصلا سرمون شلو قدوینا. همه که دنبال حسین هستن توی اون اه... گروه خودکاست کسی با ما اه... دیگه کاری نداره خیارتون راحت همه دنبال دی ام حسین هن احساس فشاری نکنیم پس من که از فشار نمیگم شما ایشخص میگم نمیگم حرف ماشین شد بگم کامنت مادرم رو نسبت به ماشین ما یه چند روزی ماشین هم داده بودیم ماشین ما اون رو داده بودم دست فرهاد زحمت و این ماشین رو برگردم ما اونم فرهاد گفت فرهاد هر موقع ماشین بخواد میتونی بیاد ببر گفتم که چرا چی شده گفت من نمیدونم نمیدو این ماسیون مثل اینکه لیس کشیده اینقدر تمیز <laughs> من گفتم باشه حتما از سمت از فرهاد تشکر کن خیلی ماشین تمیزه من نمیدونم چی کار کرده هر موقع فرهاد ماشین رو بخواد میتونی چی کار کردی ماشین واقعا نمیدونم چی کار کردی ماشین رو یه شست و ساده ساده دیگه یعنی من تا به حال توی سی خورده ای سالی که عمر بیعزت گرفتم یک بار یه همچین کامنتی نگرفتم و خانواده و من هر دفعه میوردم کارواش ماشین رو ولی خب نمیدونم بله ماشین لازم چرا داری طول روز من استفاده میکنم آره ولی یه کار بعدی کرده بودم که حالا خدا این پوشوند چی میگی بابا ماشین ماشینو با باک نصفه من تحویل دادم آخه مگه ما با باک پر تحویل دادیم که با باک پر تحویل بدیم مهم نیست چرا دیگه آره ماشیناتون به من بدید عکسش هست یک چهارم بوده نگاه کن نگاه کن من با بزنم ببین ماشین ایمان رو میخواستم گفتم حالا چیکار کنم بعد دیدم بلد نیستم حالا مثلا برقش رو چیکار کنم گفتم همینجوری بهش تحویل بدم دیگه این برقیه نه آخو ماشین همون کردیم آره دیگه ولی من حالا این در مورد ماشین کمی بعدش رو گفتیم واقعا نمیخواستم ماشین رو بدم خیلی ماشین خوبیه ماشین نمیخواستم رو بانا... بگیرم چون عشق کرده بودم با این ماشین تو هایوی نه <returning> خیلی خوبه آره. حالا یه زی... من فهمیدم که توی ونکوور حداقل اینطوریه ماشین بزرگ آدم ازش میترسن یعنی من یه چند روز آره. مثلا حتی با ماشین تو با ماشین تو که بودم یوری به من راه نمیر گفتم اگه ماشین خودم دستم بود یه جوری من تو راه میگرفتم مثلا از وسط پل من راه زدم یک نفر به ما راه نداد که بیایم راه آره کلا برعکس تو اون یک ساعت من تازه دم تو شهر کردم قان خب آره. آره. پایستگی چیزه آره آره خدا رو شکر راضی از این قضیه از این قضیه خودتون بفرمید منم هفته ای که گذشت دیگه شلوغ دیگه ما دوگ رکورد کردیم ریلیس کردیم دو تا کومان رکورد کردیم ریلیس کردیم خودکس رکورد شد ریلیس شد میا یه دونه چیز داشت حالا تو من دخیل نبودم توی در واقع ادیتش اینا رو خودشون داشتن انجام میدن همه رو ولی خیلی هفته ای پرکاری بود ما هرچی کامنت گرفتیم بود که وای مثلا هم کومان بوده هم دوگ بوده هم پادکست بوده آره جالب خیلی هفته شلوغی بود امروز بود. جاتون خالی اپیزود ما بعد از کومان میاد آره چند ساعت بعد کومان میاد اپیزود کارناوالمون بود آه. یه دونه وسایل کارناوال گرفتیم و چیزای عجیب غریبی داشتیم رکورد میکردیم کارناوال به چه مناسبت کارناوال کومان رو راه انداختیم توش مسابقه دادیم از اینایی که... نه, باید. نه نه وقتی این اپیزود بعد از اون میاد آه. از اینایی داشتیم که ا... چکش میزنی یه چیزی میره بالا از اینایی که بهش حالا اونجا مستقره بود دیگه اومدم بردن دیگه آورده بودم بود. بازی بازی فکری نه هیچ فکری نبود <تصفح> <تصفح> و از اینایی <تصفح> <تصفح> که یکی میشینه روی تنک باش میزنن یا رو میافته دانک از اونا داشتیم جالب بود اپیزود جالب بود آره. شیر, دوشیدیم شیر از, از گاو 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 شیرده <تصفح> <تصفح> از این مس... گاوه علکی بود ولی از پستان گاو داشت يعني... والا پستان من که بهش دست دادم شل شد ریخ یعنی اصلا <تصفح> فهمید که کی نشسته بای بس. <تصفح> <تصفح> به دوش بوده اصلا, اصلا چه دست ما بهش خور اصلا از ریشه واشد این ای پستان ولی کار سختیه حالا با پستان واقعی یا من نکرد ندوشیدم کسی تو لم داره اگه ویدیو هاشم بشید داریم نمارده گاف 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 ماده موازم خوبه سخته میبینی که با یه تکنیکی میدوشن صد در بوز بوز خیلی سخته شیر بوزو بوزو چرا میدونی اینا رو بوز دوشیدی آره. واقعی داری میگی دستت او. صف میشه آخ خیلی <تصف> فکر نکنم نه, <تصف> <فکر> نه, <کنه. تصف> نه جدی اصلا لم داره مثلا یه یادم ساده نمیتونه شیر بوز راحت بکشه در دنی... این بدوشه بدوشه شب... اصلا نمیدونم چی شب فکر نمی کردم راجعه دوشیدن بوز او این دورین چقدر کجه <تصفح> هره ببخشید شما صحبت کنید تا من دورین رو نه دیگه حسین توی چیز صافه اجاستش حسین جان اجاستش پست آره همینه تو پست درست میشه دیگه چه خبر؟ آره ها من داشتم میگفتم آره امروز کارنوال داشتیم زد امروز داشتیم زد میکردیم دیگه خیلی خیلی شلوخ دیگه عجیب تقریبا تمامید؟ واسه کارهای کانسترکشن ببین کانسترکشن uh, که تقریبا تمامیم آره, پر، آره. پر، یه, یه دست که هنوز رنوویشنش تمام نشده و من اون سمت گاراژ uh, این وریه رو هنوز دکوریشنش رو انجام ندادم دیگه دوست دارم یه دیوارش رو بردارم پره مثلا قاب عکس و خیلی مکسیمالیست دیدین <تصفح> مینیمالیست میکنن مکسیمالیست شلوغ اونطوری بذارم باحال <تصفح> میشه دیگه بریم آره آره, آره, بود آره زیاد و با... آره, آره واقعا اصلا هفته یه بار بیاید با حاله البته میگم دوست دارم که امروز شما بچه‌ها گفتم دوست دارم که همه چی رو جمع کنیم بریم اونجا ضبط کنیم از این آه. به بعد به خاطر که خیلی راحت‌تره همه آره همه چی رو بریم اونور ضبط کنیم خیلی راحت‌تره به نظر من دیگه ستاپش ست کمتره همه کارهایی که اتفاق میفته راحت تر میشه یه لوکیشن دیگه به لوکیشن های خودکست اضافه آره وای چند روز پیش داشتم چیز میکم <applause> داشتم میکنم داشتم <تص> اپیزود قدیمی خودکست رو نگاه میکنم یه اتاق بود هم اوایلی که تو می اومدی بر سفید بود دور سفید بود توی آفیس بیا اینا نه هیچ وقت نه نه ولی بدتر از اون حالا بسی. الان که ما داریم ضبط میکنیم یک شنبه شبه آره. شب حس و حالش کاملا معادل جمعه جمع شبه, شبه. اینشه ایانش. و امروز روزیه که ساعت ها رو هم کشیدن عقب دیگه آه. اینجا تاریک که آره، تاریکی دیگه آره خیلی بدتره بعد من می اومدم فقط به یه چیز فکر میکردم اون موقع که میرفتیم رفتیم یو بی سی ضبط میکرد خیلی زبط. یعنی اصلا زخمی که روی وجود ما بزباش. هنوز هست هنوز هست. همین هم بود دقیقا آره همین موقع بود آره یه سری عکس دارم از اون موقع میتونیم بذاریم این پایین یا بالا که بچه آره، وسط این کنار بذاریم بذاریم اون <تصفيق> کنار <applause> باید با حالی میشه خیافه وا, خیلی میرفتیم اونجا بعد کتاب خونه بود یه سری دانشجویی که برای یه بوی کتاب خونه هم میومد اونا حالا بیچاره ها امتحان دارن تو اون وضع باید برم ما نداشت بزارن. من چرا باید برم من نه و اون موقع ما پودکست رو با کات زبط می کردیم بله فرهاد جان 18 تا کات وای اصلا نخنده یه چیزی رو اشتباه می گفت کات می کردیم خنده های من فقط نبود ده در چه حد بود اشتباهی من که نمی خندم در حدی که ما به یه کانت فکر کنم مثلا چهل بار خندیم کانت اصلا کانت که حسین هم دیگه اون حسین ماشین لری. اون هم دیگه خندش کرد این ها تو یوتیوب گذاشته اینا رو چی؟ کلمه رو الان نمیشه گذاش؟ آقا چیزه. یارو چیزه؟ آقا دیمانتیزیشن فیلسوفه اسم یارو کانت حالا بیا به یوتیوب توضیح بده توضیحش با شما راجعه فیلسوف داشتیم صحبت هی یوتیوب فیلسوفه آره ولی قشعه اون دستگاه کچولوه بود 18 در زومه رو داشتیم یک دوسته یه بار دیگه بعد دوباره وای بعد ادیت کردن اینا آدیوش اون خوش فکر کنم مثلا هر دفعه چهار پنج ساعت زمان می بود تو خشن صدا رو تنظیم می آره من همه کار می‌کردیم. کردیم می اول. آره آره خیلی داستانه عجیب غریبی داشت چند وقت موقت. یه تک زبط کنیم بدون خیلی با. وقته ما از او... از اوایل خونه من این کارو می‌کردیم، می یاد باشه اواسط خونه من یعنی حسین و اینا که تمام شد ما از اون ما شروع کردیم تو خونه من یه تک ضبط کردن آره از تو خونه ایمان آره دیگه آه. اون موقعی که من خودم خودم ادیت میکردم دیگه اون موقع آره آره, راحت تر شدن خیلی راحت تر شد آره آره ادیت آره. آره سخته اصلا از اپیزود 192 ما تازه چیز شدیم در اصلا تصویری, تصویری. شدیم که ایده شو فرزاد, آه. داد آره 183 فکر کنم و من ویدیو رو با آیفون 8 گرفتم یه دونه یه مدت با, با, با. گوپرو میگرفت و بعد گوپرو شد بعد گوپرو شد آره. یادش به خیر اصلا چه از فراز و نشیبی خیلی دیگه 2017 داری پخش آگوست 2017 ساله خیلیه هفت سال 22 تا هزار سابسکرایبر خیلی خیاره یعنی <تص> بگیم اینو به ها آره سابسکرایب کنید تو ایمان تجربت ما این شخص نه هیچ رو الان ایمان گفت آره من اولین بار در آره توی دوگ نباش تجربه چی بود؟ بال بود دوغ نواش خیلی برا من راحت بود دیگه یعنی قشنگ همون تجربه ای که مثلا کوروش اولش خیلی انکانفتبل بود خیلی سرد بود بعد یواش یواش گرم شد برا من خیلی راحت بود توی همون چنل خودتونه یا چنل دوگ نباشه یه چنل جایده آره ولی یه تجربه داشتم دیشب اما دیشب الان که داریم ضبط میکنیم یک شنبه است ما یک شنبه پنج و نیم صبح ریلیز شد اپیزود به وقت ما و من دیگه بیدار شدم که ببینم چه جوری مطمئن بشم همه که چون چنل جدیده هزار تا مشکل ممکنه پیش بیاد بعد حالا بخوای پادکست و آدیو شو موقعی که ریلیس میشه تازه میتونی سابمیت کنی به اپل و چه میدونم کست باکس و جاهای مختلف و اینا خیلی دردسر داره ام من بلند شدم و دقیقا همون حس اولین روز خود کرد نه خود قدر استرس داشت دیگه نخوابیدم یعنی دیگه پنج, نی... پنج که بیدار شدم دیگه نخوابیدم تا الان دیگه آره یعنی اینطوری بودم که شق و رق نشسته بودم هی hey, کامنتاری میخوندم اپیزود خودم سه چهار بار دیدم ولی واقعا استرس داشتم چون میدونی خیلی وقت بود الان آخرین چیز جدیدی که ما ریلیس کرده بودیم کومان بوده دیگه که کومان هم مثلا برمیگرده به 29 نوامبر 2021 29 نوامبر یه هم چیزی شما هم 28 نوفم. آره برمیگرده به آخر نوامبر 2021 که دیگه خب ایده های جدید بوده ویدیو های جدید بوده کانسپت های جدید بوده ولی اینکه یه چنل جدید. جدید با یه برنامه جدید با یه فرمت جدید توی مثلا یه ستینگ جدید باشه هیچ وقت نبوده و خب برای کوروش هم کوروش آخرین فکر پادکستی که شرکت کرد خودکست بود دیگه فکر نکنم جای دیگه <applause> پادکستی رو شرکت کرد شاید مثلا خیلی جست و گریخته این ور بوده ولی اینکه فرمت طولانی, طولانی یک طولانی. ساعت و مثلا 18 دقیقه اپیزود بود آره اون اون اپیزود جالب بود من داره. خیلی و... کانفتبل بودم من تو بودم. شد دیدم باحال بود من کانفتبل بودم از خیلی ها کامنت گرفتیم که این اکومان خیلی بیشتر دوست چون خب یه کلا یه کانسپت دیگه است احساس میکنم میکنم فالوورای خودش رو هم... خواهد داشت هم اون و احساس میکنم <تكتش> کسایی که سنشون بالاتر هم هست و میتونه جذب بکنه چون یه ذره خب الان شما کم پدر بزرگ مادر بزرگ فالوور دارید خیلی ما زیاده اون دفعه ما الان ما اون روز رفته بودیم استفان ما روز رفته بودیم برای خرید وسایل کومان برای خرید وسایل هالووین برای کومان توی هالووین اسپریت تو اسوان بودیم بعد آه. یه خانومه اومد یه خانم مثلا شاید بگم مثلا پنج و خورده ای ساله شاید اومدن و گفتن آره ما همیشه تو خونه شما داریم پخش میشیم <applause> گفتم ولی من معذرت میخوام ببخشید و مثلا کاش چیز بهتر پخش میشد و گفتم نه خیلی بالا و دوست داریم این چیزایی که میبینیم خیلی خودم برام جذاب و جالبه سنای سنهای بالاتر هم میبینن ولی عجیب ترینش این بود من دو سال پیش گرفته بودم ایران کومار مثلا یه چند تا اپیزود چند تا شب مثلا یه یه سالی بود داشت کار میکرد من رفتم ایران آره تو فرودگاه ساعت پنج صبح ببین یه آقای اومد قد بلند سیبیل این یعنی از به پهنای صورت سیبیل داشت عجیب غریب سنش فکر کنم مثلا شست خورده یه هفته سالش بود منو به اسم میشناخ و من گفت مثلا برنامهاتون نگاه میکنیم دمتون گرم فر... و اون موقع که اصلا من پشمام ریختم فرودگاه مهرآباد پنج صبح من خودم خودم رو نمیشناختم نمیدونم آقا چجوری منو شناخت ولی آره وقتی که یه ذره سنا بالاتره برات خیلی جذاب میشه عجیب. خیلی عجیب خریب میشه ولی آره تجربه جالبی بود تجربه ترسناکی بود ولی خب تجربه جالبی بود اونم یه چی میگن اون هم چیزای خودشو داره دیگه الان هنوز مسیرش رو پیدا نکرده یه ذره اون اوایلش که خیلی گنگه دقیقا م. نمیدونی میخوای چیکار بکنی باش ولی خب من دو سال و نیم منتظر بودم دیگه برنامهتون چیه واسه آره اپیزود دادن هفته, هفته هی یه دونه هفته آره یک شنبه پنج عصر یک پنج عصر. پنج عصر. یه جمعه خودتون میدید یا یک شنبه هم دوباره الان که شده چهارشنبه جمعه یک شنبه دو تا اپیزود در هفته داریم سعی میکنیم کل پوینت این که جای جدیده بگیریم بود که بتونیم دو تا اپیزود بدیم دیگه یعنی بتونیم پرودکشن رو بریم بالا حالا تیم آدم های مختلفی که دارن به تیمون اضافه میشن این رو اینیبل میکنن دیگه ام. تو میگه همه این کارا این هاوس انجام میشه کات شدن ها اینا همه باتل نکش در واقع هنوز اینجاست باید سعی کنیم اگه بتونیم باتل رو از بین ببریم میتونیم پرودکشن رو ببریم بالا. داریم تلاش میکنیم یه روز <تصف> خیلی سخت مثلا نمیدونم کسایی ایک... کوالیتیش صد درصد تحت تاثیر قرار میگیره دیگه یعنی <تصف> يعني... الان از زیر دست از زیر چشم سه نفر رد میشه قبل اینکه اصلا به انیمیشن برسه میدونی هم خیلی کار میبره واقعا اونقدری که فکر آدما مثلا میبینن اونقدر, اونقدر می... خیلی کارش بیشتره با ایده هم هست دیگه خی... سخت میشه مثلا ببین آره دیگه حالا خوبیش اینه که الان با جای بزرگتر تو میتونی ایده های خیلی عجیب تری و اکسسایز بکنی یعنی ما هیچ وقت نمیتونستیم بریم کارناوال بیاریم تو آپارتمان مم. مثلا 17 فوت بودین سیبیلی این چیزی که ما گذاشته بودیم چکش می میزدیم البته تو آپارتمان کارهای عجیب کردید تو آپارتمان هم کارهای کردیم که نواید در بنز اینا و اون دفعه داشتیم فکر میکردیم ورداشتیم ما رو ایگوانا و چه میدونم روتیل همین شد که دیگه اصلا بفرمایید خیلی از یعنی بهش به هم گردم نگاه میکنم یکی تو اصلا نمیدونم کاری که کردیم درسته یا نه درست اصلا دیگه درست آره یه <سی> دیس به تو بدم 31 استان داریم شایان خیلی قاطی کرده بود که خود چرا میگید 32 تا 31 استان <applause> من امروز رو ویکی‌پدیا بودم خب در حین گلکاری داشتم نام استان ها و مرکزاشونو چک میکردم دیدم 31 آقا تبریک میگم ولی من گفتم 32 دو... شما گفتید نه تو هم ب... با, با جدیت گفت فکر کنم جدیتش خودش من فکرم گفت فکر, فکر کنم فکر کنم شاید من دو دو. گفتم 32 نه کارون گفت منم تو ذهنم من داشتم نه من خودم منم آخه منم انقدر کامنت دیدم که 32 تا 32 تا منم گفتم ولی زیر خود که کامنت 32 تا نه 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 زیر کومان کامنت بود 32 تا بعد من موقعی که داشتم اون وقایع شیرینی خوردن رو تعریف می گفتم که نمیم CO2دم CO2 تا که تو گفتی CO2 ولی CO1 استانداری تو ویکیپدیا سی1 آره اینشونم شاهنا بر ویکیپ آره دیگه این این از هفته من بود دیگه خیلی هفته شلوغی بود آه اینو بهت بگم بگو ما قرار بود که روز ما قرار بود شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه ضبط کنیم کومان هر روز مثلا دو یا سه تا اپیزود ضبط کنیم که بتونیم بیفتیم جلو چیز که از روز جمعه کوروی سنزه گفت ایمان من واقعا نمیتونم گفت من خیلی خستم گفتم ببین منم خیلی داغونم دو روز تو خونه خوابیدم ببین دو روز مثلا ده ساعت خوابیدم و و کلشم افتاده بودم رو مبل شنبه و جمعه و شنبه و واقعا حال داد و قشنگ میگه اون انگشتری که میپوشم قشنگ نشون داد که چقدر روی اوپسیمو داشتی. خیلی و اینطوری بودم که دیگه دو روز که شل میکنی باید. میبینی اوه که شل <تصفح> کردم چه حالی میده <تصفح> <تصفح> دیگه من نیاز نداره هفته صبح پاشی برای چی هفته صبح پاشی بذار ده بولم میشم ولی آدم من خیلی سریع بعد عادت میشم به نتیجه که نمیتونم یعنی بعد افسار خودم ببندم به یه جا آره که اگه زیاد دور میشم خودش منو بکشه عقب اونم که با کوروش سینک بودی اونم خودش خوب بوده که تو با خیال راحت داشتی آخه دید. آره خیلی یعنی اون که به من گفت من, تو, من تو پس زن هم همیشه این درس که خب بیان یه بریک بگیریم ولی هیچ وقت وایسش نمیکنم تو اینکه ولی دیگه کوروش که گفت آخه خب اونها موزیک ویدیو رو داشتن دیگه همه ادیتا ای اوناشو خودشون کرده بودن و مطمئنم هزار تا کار مختلفم داره برای ریلیس کردن موزیک ویدیو خودشون کل ادیت اون موزیک ویدیو خودشون صفر تا سرش خود میگن آره من خوشحالم که خودش انجام به خاطر که اون ویژنی که توی ذهن خودشه رو هیچ کس دیگه هر چقدرم توضیح بدی نمیتونی چیز کامپلیکت ده. آرت اونطوری چیز کنی نشون بدی اونم خیلی کار سختیه موزیک ویدیو گرفتن اصلا خیلی سختتر از اون چیز من اولین بار بود که توی زندگی تجربه هم چیزی داشتم خیلی سخته گرفتن اصلا گرفتنش لوکیشن عوض کردن چون اونجا مثلا بچه ها برای گرفتن مثلا یه شاته که مثلا کل ویدیو چند دقیقه است سه نمیدونم برای اون مثلا شاید یک روز تو برای یک دقیقش داری زمان میذاری ام. و یک دق... مثلا یک روز که میگم نه ساعت خشیر داش میکوبید رو این دراما و کیمیادش داش میخوند و همه داشتن میزدن یعنی این تقریبا داشت لایف پرفورم میشد برای هشت ساعت امه. خیلی سختتر از اون چیزی که من فکر میکردم خیلی عجیب بود یعنی چیزایی که من این مدت یاد گرفتم خیلی برام عجیب بوده بخوای کار خوب و با کیفیت بده دیگه ببین این کاری که من دیدم حالا این این کاری که این بچه کردن خیلی کارست یعنی اصلا به ظاهر شاید بعضی موقع ساده میاد خیلی از کارها اصلا ساده نیستن <تصح> آره ولی دو روزو خوابیدم آه. خیلی حال داد <تصح> اصلا ریکاور شدم واقعا آره بکنیم این کار من خیلی منتظرم اون آره. دو روز خودم تو <applause> با <هم تصفيق> با کی صحبت کنی <applause> <خشرا> تو با کی به تو مسیج هفت. بزنه هفته دیگه <applause> لانگ ویکند داریم فکر می کنم آره. واقعا 11 نوامبر دیگه دهم آره ده هم؟ <تصح> این هفته برای ریممبرنس دی دیگه آره روز شهدای کاناداست به احترام شهدا و کسانی که برای فریدوم و برای آزادی کشورشون جنگیدن اینجا یک روز تعطیل دو دوشنبه بعدی پس شل من ادامش هم دو روز بعدش هم گفتم آف میگیرم که آره اون دو روز قشنگ آقا تبریک میگم خونه حسین اینجا نشسته فردا چم <تصفح> 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 دو روز یعنی تو دوشنبه سه شنبه چهار شنبه آفی لانگ ویکند آره شنبه یه شنبه دوشنبه سه شنبه <تصف> خود یه پنج جمعه رو بگیر دیگه شاید اون کارم بکنه احتمالا اون داره کالین سیکانه چون که اینا یه ها جای متفاوت هم دیگه حالا هم بده شهر شهر از لحاظ لاجیس تلایی نداری؟ بایش. این روند رو ادامه من, من که اصلا نمیدونستم لانگ ویکنده نه من دیگه داشتم آخر سالی و آره تو معمولا میذاری آخر سال مثلا یه هفته آخر سال دو هفته آخر سال رو زودتر تعطیل میکنی یه زمانی که ایران می رفتیم نگه می داشتیم برای اون الان دیگه نمیدونم برای چی هم نگه میدارم میچین بری جاهای دیگه کلی جا واسه الان جور میکنیم تو به جای آه. ما هم برو <تصفح> نه اینو خواستم باید دردی بگم آره سنگ من بود. دردتو می فهمم همه اینجا من دردتو میفهمم ولی احساس میکنم سوشال میذاره نمیدونم حالا بحث ایران شد یه کنی. یه پسر است میاد رو فید یوتیوبم بعد میره تو رستورانای حالات قدیمی و رستورانای خوب تهران آه. و فیلم میگیره از پرو... از صبح زود که کارمندا میان آشپز میاد اینا وای من عاشق ساپلای چین رستورانم آره بعد اینا اصلا اکت... بعد یه ویدیواش ویدیو هم خیلی خوب میگیره مثلا تو بازاره دیزی درست میکنن و دیزی ها م... مشخصه تعدادش محدود تموم میشه دیگه میبندن و اصلا میبینم ولی باید غذا بخورم همون لحظه و همون ویدیو رو ببینم چون داستان میشه نیفتم نه نمیتونی از همون ویدیو رو ب... مت... مثل کومان هاچی یه, ها یه ها. مشکلی که من با یوتیوب پیدا کنم از وقتی این سابسکریپشنش گرفتی پریمیوم آقا آه... آه... تبریک میگم خیلی آره. نمیذاره نفس بکشی خیلی بد پش به پشت برات ویدیو میذاره نه ویدیوهایی که ساجست میکنه کیفیتش به شدت افت کرده این چی کیفیت چیش محتوایی آره آه. یعنی قبلا که پریمیوم نداشتیم حس میکنم خیلی منو بهتر میشناخت و ویدیوهایی ساجست میکرد که واقعا من خوشم میاد الان مثلا اون چیزایی که من میخوام و نه من باید برم تو اون چنل هایی که قبلا سابسکرایب کردم برم نگاه کنم حس میکنم اینجوری که خب این باست. که پولش رو داد من دیگه لازم نیست اینو جذب کنم ویتت اومد تو الگوریتم من حس... آره منم ساجستدان فرق کرده خیلی فرق اصلا زمین تا اون فرق من برای همین هر نخریدم <laughs> اون موقع که نخریدا به نظر خیلی ویدیوهای خفن تری به من نشون میداد و واقعا من می... حال میکرد. آره به آره نظر هم نخرید واقعا نه بهتره تبلیغا رو ببینید کمر شکن تبلیغا دیگه دیگه دیوونه 30 ثانیه یه دقیقه بستگی داره میتونید تعداد در واقع اون کریئتور انتخاب میکنه که چقدر تبلیغ داشته نمیدونستم آره تعدادشو مثلا این یه سری ویدیو میگه 45 ثانیه باید ببینی تا تا آره هم یه دقیقه هم اون 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 چیز نه نه تو تعداد بین و تعداد آره اون رو که آره ولی خب بعضی موقع آره دیگه اگه ویدیو طولانی باشه آه، آه. و تعداد تبلیغ کمتر باشه مدت زمانی آه. که باید تبلیغ رو ببینی بیشتر, بیشتر, ولی آره اذیت کنه ولی پس تو اس نکرد تو اسناکر. آره آره الان که میگی من من اخر چیزایی که میبینم و همیشه خودم سرچ می یعنی خیلی کم پیش میام. من که فیدم افتضاحه من فیدم الان <تصفح> نصفش ساعته نصفش مارمولکه نصفه دیگهشم هم مثلا چیزای مختلفه قدیم بعدی پروفایلی که از من داشت خیلی دقیق بود قشنگ منو میشناخت حالا اینجوری خود دیگه پول رو داد دیگه مهم نیست خب حالا شروع کن دوباره اون کانتنت نگاه میکنه من اصلا سابسکرایب بود. کردم حتی اونه که سابسکرایب کردم و نمیاره بالا برم آره ما. کمتر میدونم منم این تجربه داشتم تنها کاری که خوب انجام میده آقای مشتاق پور و هر روز تو برام میاره بالا چپ سری <تصحكت> من زدم این چنل رو به من نشون نده ولی مشتاق رو میاره بالا چرا نشون نده <تصحكت> خب یه مدت خوبه آقای نه یه مدت میخواستم اخبار مثلا گوش ندم و اینا الا فرض کارون بده خب فرضا میاره میخوام اون لعن رو بگم نمیتونم یه سری گزارش های مثلا ده دقیقه یه روبی کوتاه می تو. توی حالا بستگی به اخبار رو من رو دو... باید دیس کنیم یا نکنیم اینو به من بگید خب. آخه خیلی با لحن عجیبی داشتین در مورد ایشون صحبت نه نه درسته. درسته. جالبه چیز دیگه اخبار سیاسی روز ایرا... ایران رو آره با یه ادبیات خیلی خاصی میگه و تحلیل میکنه ادبیاتش خیلی خاصه و همیشه با یه جمله عجیب و غریب میبنده یه جمله ثابت نیست فن آره. میزنه مثلا اصلا کل های ادبی مثلا کنایه آره. و دنم استعاره همه رو با هم میکنه یه جمله بهت میده خیلی حال میکنه باشه ام. اگه خودش نویسنداش باشه واقعا قویه خیلی قویه اگه پس نباشه و داره اجرا میکنه خیلی قوی تره اینطوری بهت بگم چرا چون وقتی خودت نویسنده باشی دلعیم. خودت میدونی چی رو باید اجرا کنی وقتی که فقط مجری باشی خیلی سخت من این روزا خیلی برام سخته که بفهم کیو داریم دیس میکنیم کیو نمیدونم با کیو بیف داریم, ما نمی... داریم. با کیو نه با تو کومانه اتفاق افتاد ما مثلا ببین برای این... یه کمپانی اومد برام ما لایت های ما رو زد اسمش پرایم گیر بعد یه خانم اونجا داشت برام مثلا کمک میکرده می‌کرد و اینا ما اوایلی که اینا کار به ما تحویل دادن گفتیم آره کردن تو پاچمون و مثلا خیلی بهمون انداختن و این همه نور نمیخواستیم و فلان و اینا و من دیگه بر این باور بودم دیگه در روز که بلند میشم با کسایی که بیفترم یه فوشو من به اینا میدم تو ذهنم <applause> یعنی بلند میشم یه سه چهار تا رگباری میدم و بعد میگم خب بسم برو بریم دنبال کارمون ایمان باید از این صلوات فلانی 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 <applause> بعد توی پادکست داشتیم در مورد صحبت میکنیم بعد من به کنایه گفتم اینم که به اون انداخ بعد کوروش گفت نه من الان فکر کنم کم هم به اون داده گفتم دا اینا رو به من بگو من هر روز دارم که آره هر روز که بیدار رو میشم یارو لعن و نفرین میفرستم به استر خدا اینا رو به من بگو وقتی بیفامون تمام میشه با یه نفر ولی آره آره الان من نمیدونم با کیا بیفتنیم با کیا نداریم نه سول سول به همین چیزه سول واقعا سول نیازه کارون چقدر آرومه خیلی کارون آره کلن کارون خیلی آروم شده بعد از اون داستان آره تیم شده نگی اون داستان اون داستان نگی داستان اون بعد از اون داستان گفت بیا جلو هفته پیش من واقعا کار خاصی نکردم هیچی نه. الان درگیر سه شنبه ایم دیگه بیشتر انتخابات یکی انتخابات دیگه دیگه. یکی هم ایران دیگه اینا گفتن دوباره میخوان بزنن من امروز شنیدم واقعا اه. آقا ساشو بی خیال شو. شما روزی هفت دقیقه مجتبا پورمحسن محسن اون اخباری که باید اصلا هیچ کاری دیگه نکن حالا من به یه هفت دقیقه هیچی گوش نده اصلا ول گو یعنی سیاست رو ول کنی خیلی خیالت راحت تره آخه چیکار کنی نمیشه آره رو چیکار کنی زندگی کن دیگه میتونم اصلا کارجو کنم آره گل به کار برو بنفشه بگیر از آقا <تص> ولی واقعا من موقعی که من ب... من یه مدتی که دنبال نمیکنم خیلی راحت ترم دیوونه دار یعنی من شروع کنم دنبال کردن ده اون مدتی که منتظر بودیم ببینیم اینا میخوان با هم دیگه چیکار بکنن من نصف شم که بیدار میشدم یه دونه بی بی سی چک میکردم ولی یه دیوونه داشتم میشدم که این چرا هیچ اتفاقی و این ساسپنس داشت دیوونه میکرد آره. الان دوباره داریم میگه یه قسمت بزرگی الان دیگه من نداشتم دیگه میگه تا امروز که نمیشه دیگه تو هم نگفتی از از یکی دیگه شنیدم گفتم باورم نمیشه که اتفاق داره میفته ولی خب آره که به همدان چیز دادن این در واقع هشدار میدن برای حریم هوایی و اینا که یه سری رزمایش دارن بعد حدس و گمان میزنن تا قبل انتخابات آمریکا ممکنه بزنن اپیزود ما که اومده بیرون جواب احتمالا یه سری از این سوالات رو داریم که آره. گند جدید توی منطقه قرار چه زده بشه شمارش آرا که تا وقتی اپیزود ما میاد تموم نمیشه چرا آره. سری قبل 48 ساعت کیاسی بشه آره خیلی جالب حالا حالا از ایران و اسرائیل بگذریم راجع به انتخابات آمریکا همه متفق القول میگن مستقل از اینکه چه اتفاقی بیفته سه به شب شما پیاد میگه که من بردم آره همه آره تحلیل‌ها آره رو که نگاه می‌کنی هر کی میگه هر کی هر همه اینطوریه نه ما تو ایران هم همشون من هم گفتم ما خیلی امیدواریم داریم میبریم یعنی تو همه جای دنیا اساس میکنم تمام نه. این کاندیدا نه قبول نمیکنه که... اگر هم ایراد اصلی که به این میگیرن میگن شما مثلا اساس دموکراسی ما رو زیر پا گذاشتی با 6 ژانویه 2021 حمله این... ای که رو گفت بیان آره چون میگه آقا رأی داره اینو نشون میده تو نمیتونی بیای چیز کنی و الان اه... حالا میدون اینا هفت تا ایالت دارن که بهشون میگن سوینگ استیت بله این هفته... آره <applause> این هفته هن که تعیین کننده انتخابات هن. یه سری ایالت هستن از قبل معلوم یعنی هر اتفاقی آره. بیفته چون مثلا کالیفرنیا آیدا هم تگزاس هر اتفاقی بیفته یعنی مستقل یا رو بیاد اونجا لختم بشه آره. ولی خب کاندیدا آره. سا... تو چهار سال پیش یه سری اینا خیلی شدیداش عوض شد دیگه آره دیگه بعد یه سری سوینگ هست که هفت تا اینا نزدیکه مثلا الان توی نظرسنجی ها اختلاف معنادار ندارن اختلاف معنادار رو حالا تو آمار یه معنی میده این باید از یه عددی بیشتر باشه به نسبت جمعیت که بگیم اختلافشون این... بی‌معنیه آره خیلی نزدیکه و هر لحظه ممکنه جابجاشه این هفته خیلی مهمه بعد حالا تحلیل هست مثلا تقسیم میکنن سه تا از این سه تا اگه یکیشو دموکرات ها ببرن تمومه نه از اون چهار تا یکیشو این سوی در فلیپ بشه اون میبره داستان دیگه ولی کلا شوه توی این هفته آقای ترامپ با لباس اه... چیز پوشیدن رفته گر پوشیدن و اصلا خیلی خنده سوار گاربیج تراک شد شده. و... خیلی خنده از این لیتنویچو به اون یکی هست <laughs> <laughs> بعد اون سری هم گفتن اینا همه دموکرات هم دونه دونه اینا رو هر کدوم از یه زاویه دید خاص با بفرست دیدی بفرست جیمی کیمل رو ببینید اونو من دوست دارم و ست مایرز ام. <متحد> اون و ولی هیچ وقت مثلا دنبال مثلا مصاحبه های آنلاینی که رو یوتیوب انجام داده با این ور اون و یوتیوبر ها و جور و و اینا رو هیچ کدوم اینا خلاصش مشتبا پور محسن وار به من ارائه میدن کیا؟ <تصحیح> همین <تصحیح> لیت نایت شو, ولی خب خیلی اسکیوت دیگه مسخره می‌کنه اسکیوت خب, خب آره آره. هم با مسخره می‌کنه. نه یعنی منظور اینه که آره فقط جاهایی بهت میگن که به نه مسخره با جاهایی که سوتی یا داره دروغ میگه آره ولی آره اینا حالا من الان داشتم میادم تو راه اتفاقا یه تحلیلی گوش میدادم اون موقع که ترامپ داشت توی در واقع داخل حزب خودشون انتخابات بود که بین خودش و اون خانم هیلی اگه اشتباه نکنم انتخاب بشه ترامپ حالا میدونه توی اون طیف راست راست افراطی حساب میشه اون خانم ریپابلیکن متمایل به وسط بود یعنی خیلی ملوتر از این بود سخت این نام فلوید شدن سخت خاره بعد برد. اینا داشتن میگفتن که خب مثلا چند تا استراتژی تو یا میتونی تلاش کنی اونایی که وسطا رو به سمت خودت بکشونی یا میتونی اونایی که خیلی اکستریمی که رای نمیدن رو بیاری بعد میگن الان ترامپ اینو این مسیر رو داره چیز, داره چیز میره چیز اون اکستریمای اون ایالت که حالا داشت درصدم میداد میگفت یه درصدی هستن که سنشون مثلا بالاتره سفید پوستن خیلی سنتی هن. و حالا اینو ممکنه رای ندن یا یه سری ها ممکنه به ریپابلیکنیه که ولی حالا مثلا با ترامپ حال نمیکنه چون یه سری از آدم رو بر می این الان داره اونا رو هدف قرار میده و با ادبیاتتون تون بعد مثلا تیکه تیکه پلی می کرد که چه چیزایی میگه من انتظار ندارم که جواب این سوال رو داشته باشی ولی مدت زمانی که ترامپ بود و مدت زمانی که برایش مثلا بایدن اومد بایدن دیگه فرق معناداری داشت در یعنی فرق معناداری در معیشت ایرانی ها وجود داشت یا نه به نظرت این که الزام هم به هم ربطش بدین نه, نه میخوام بدونم الان خوب... که ما داریم دنبال میکنیم دلاری که روبه آره یعنی روبروش. اونو که فکر نمیکنم هیچ وقت خیلی چیز کنه میخوام بدونم ما که الان داریم دنبال میکنیم حالا من هفته پیش گفتم گفتم به انتخابات اینا خیلی تغییر معنادایی داره روی زندگی ما تا انتخابات خود ایران میخوام بدونم واقعا اینطوری یعنی ما به عنوان فکنه. کسی داره. که ما باید دنبال بکنیم ایرانی های داخل ایران باید, باید اصلا ده ده. به عنوان یک ایرانی تو باید میخوام اینم بقیه مثلا یکی یارو تو سنگاپور هم اینو دنبال میکنه الان فکر کنم بکنم سنگاپور نمیدونم برای مثلا چین اینا دنبال خب چین با... اینا خود... آمریکا قدرت شماره یک دنیا چه نظامی چه اقتصادی درسته دلد. ولی نباید توی کشورایی که دارم میجنگن برای رسیدن به شماره یک مثلا برای چین و روسیه و چه میدونم یه سری که شاید اروپایی شاید این معنادار فرق کنه ولی برای ایران واقعا سوال ها. یعنی برای ایران که خیلی چیزه مثلا ترامپ اومد آره یه قلم از اون برجام اومد بیرون خب اون اقتصادی خیلی تاثیر میذاره روی زندگی عامه مردم فرهاد اعداد در بهتر میدونه مثلا چه تاثیر مستقیمی روی دلار داره دلار هم که عوض خب همه چی هم که وارداتیه دیگه زندگی روزانه مردم کلا از این رو به اون ولی خب حالا به صورت کلی یه سری چیز مسائل هستن که علاقه شخصی فرده یعنی یه سری ذاتا دموکرات یه سری ریپابلیکن فلان یه،, یه وقتی هم تو ممکنه یه هدف دیگه یو دوبلان جو... دنبال بکنی بله چی با جیه شروع میشه جبران جبران که نمیتونه هدف رو نمیکنه الان اره. بود بهت میگفت دنبال بکنی آه. اینا چه مثلا توی بازه خاصی حالا مسائل مثلا مهاجرتی مد نظرت ممکن نظرت عوض شه بالاخره علایق آدمو فرق داره نه من که من نمیگم که آدمو باید کیو نه دنبال نه. بکنم میگم این انتخابات آمریکا داره, اصلا. داره. اصلا. ولی داره مستقیم ما واسه انتخابات ایران یه اپیزود ضبط کردیم ولی اپیزود نیومد بیرون وای چه مشکل خورد بعد <applause> اره. پیش بینی کرده بودیم آره میگی آره. ها تو بگو میتونی بگی آره نه پیش بینی ایرانو آره. نه هر پیش بینی کرده تو اون اپیزود که پخش شده داره الان بگو حداقل ما بدونیم چی گفته من گفته بودم پزشکی ها میشه بله آره شما حالا میتونید بگی تو تو نمیاد قالی باف شما گفتین من گفتم قالی باف میشه آوری گفتم جمهور اسلامی همیشه ما رو سورپرایز کرده. یه دونه داره یه دونه داره آها قالی باف آره چیز جوکر علی دایی بود بله جوکر نه اون بیچاره جوکر جدی گفت جوکر ولی میگم اینم حالا صرف نظر از اینکه اصلا دوست دوست داریم یا نداریم کی بشه کی نشه فکر میکنین کی میشه من فکر کنم ترامپ میشه تو فرضا حالا میتونم جواب ندین نه فکر میکنین آره. اینکه دیگه چی منم فکر کنم ترامپ میشه من دوست دارم کامالا بشه و اون موقعی که بایدن با چیز صحبت کرد مناظره کرد و خیلی افتضاح بود من گفتم این کنار بکشه و کامالا هریس بیاد که من مناظرهش رو ببینم و اینو بسنگ. و این اتفاق افتاد نه بکوب و همون موقع که کامالا, کامالا, بیاد که تو کامالا رو بکوبی نه. نه. کامالا بیاد که ترامپ رو بکوبه آها خوب. اون موقع که وایس پرزیدنت بایدن آره. اصلا بحث این بود که این قرار جاش بیاد و م. من همون موقع خیلی خوشم میومد از این آدم ولی به هر دلیل انگار رفت تو حاشیه توی چهار سال. ولی من اون موقع اینو گفتم تا شاید یه هفته پیش خیلی باور قوی تری داشتم که کامال میبره ولی الان پولا رو که میبینیم یه ذره این هفته یالاتی که گفتم اینا دارن چیز میکن. یه ذره خطری داره میشه ترامپ بالاتره گفتم معنادار نیست هنوز اختلاف ولی توی هفته شاید 5 تا 6 تاش بالاتره ترس ترسناک ولی اینو بگم من هیچی در مورد یعنی انتخابات اصلا دنبال نکردم یعنی فقط یه سری از پادکست های مثلا خیلی مال فلگرنت رو دنبال کردم و جوروگن هم هنوز ندیدم ولی یه سری چیز خیلی پیش پا افتاده دیدم اصلا نمیدونم واقعا کی کجاست ولی این رو از مصاحبه هایی که دیدم تا, الان مثلا یا چیزهایی که توی اینترنت دیدم احساس میکنم که نظر مردم نسبت دفعه قبلی که ترامپ میخواست در واقع چیز بشه خیلی متفاوت شده. یعنی کلا اون پرسپشن آدما از ترامپ خیلی متفاوت شده، از دفعه قبل از چهار سال پیش. چه سال, سال, سال پیش؟ سال پیش آخر آره. میخواست انتخابش نشد آره ما خود خیلی دیسش میکردیم دیگه ما هنوزم میکنم به من اجازه ام. نمیدن ولی به من شما دیگه ما, ما مهمون آوه. میشیم <تصف> شما هم الان نه مهمون سر بسته چیز دیگه بود نه توی سه چهار سالی گذاشتم همه شیفت کردید به سمت راست تیف آخه سمت چپ ما فرو کرد راستش اون موقع... <تصفيق> <تصفيق> اون موقع بیشتر سمت این و بود من یادم ایمان مثلا قبل انتخابات میگفت اون موقع که من حق رای مثلا اینجا نداشتم میگفت آقا تو برو نگاه کن بگو ما به کی رای بیدیم بعد دیگه جو عوض شد به <applause> که برای انتخابات اینجا آره، آره. من اینجا هم پرسیدم با اینجا بازم پیشم پرسیدم ولی کسی گفت چرا کسی نه جواب مستقیم نه آره یه سری گفتی برو اینا رو بخون نه. دیگه الان دیگه سه به یک شد شما چون مخالف بودی دیگه من از فرزاد نه. نه نمیدونیم که آره. انتخابات اینجا آره. رو من اندی رای دادم آره خب ها چرا اولش یه جوری میگه انگار نه گفت نه گفت نه من حالا انتخابات اینجا البته میگن رأی تو نباید بگی ولی من واقعتش خودم خیلی سخت بود تصمیم گیری برام چون به حزب رأی میدی آره. بعد نقطه نظرت این دوتا حزب حالا مهم داشتن تو این بریتیش کلمبیا من مثلا نصف کارهای اینا رو دوست داشتم نصف کارهای اونا خیلی سخت بود به ام. رای دادن واق... واقعیتش یعنی یه, یه لحظه‌ای بود و موقعی که می‌خواستم رو بنویسم حتی اون لحظه هم نمیدونستم ام. که ناراحت بودم میگفتم مثلا بعد بدونی دیگه الان یعنی قشن... این همه را آره بعد چی شد آخر؟ بعد به اندی پرس نه نه یعنی چی شد که این تحسین رو گرفتی؟ یه نور سفیدی دید تا نه من من یه چیزی که نگاه کردم چون کانزروتیوهای بی سی حالا خیلی بس چیز شنونده ای که تو ایرانش شاید نمیدونه ولی بودجه که ارائه دادن یا اون چیزی که ارائه دادن که خیلی هم دقیقه نودی بود بودجه میتونه کسری داشته باشه یعنی مقدار هزینه هایی که دولت میکنه بیشتر درآمدایی باشه که حالا از مالیات و چیزهای دیگه در میاره بعد کانزرویتیو گفته بود من بودجم بودجم تو 11 بیلیون دلار قرار کسری داشته باشه اندیپی گفته بود 9 بیلیون دلار و من بعد این اینجوریه که الان 9 بیلیون اینا میکننش 11 بیلیون یعنی دو تا هم به اضافه, آره میکنه. به خاطر اینکه میخوان مثلا کانزرویتیو با یه سری ریبیت و چه میدونم یه سری پول برگردونن به کسایی که حالا اجاره دارن میدن وام خونه دارن که باز خوبه ولی تاثیر حالا اون دو بیلیون دلار که عدد بزرگی هم هست بله. اینه که توی دراز مدت حالا چه می‌دونم 6 سال هفت سال اینا کیفیت سرویس میاد پایین قاعدتا به خاطر اینکه باید از یه جای دیگه بزنن که اون بو... کسری بودجه رو چیز کنن باز میگم NDP هم خودش کسری داره تو بودجه و اینجوری نبود که برام او خوبه ب... این یه ذره منو شیفت کرد این بنده خدا رو ما چرا داریم گوزشینش وسط داریم نه نه ولی حالا تمام چی شد به این رسید گفتیم من گفتم من هنوزم پرسیدم یعنی من هنوزم من گفتم من هنوزم به من اجازه بدی این کارو اگر بازم دیسای سر جا جاشه یعنی آره ببین چاپ بشه برای من یه خوبی داره همین لیت نایت شاد چون اون موقعی که چام بود چیز بود چور نو هنوز برنامه داشت همین لیت نایت بود آره آره اصلا استثنایی بود بعد که اون رفت مثلا بایدن با حالا اونقدر سوتی نمیداد خیلی هم مثلا آدم خنثایی نسبت به اون سوتی نمیداد که دیگه یورو دیگه خدای سوتی با خرزوخان نمیداد نه دو... فرق داره قبول کن نم... آره کدوم زشت داره تحت کنترل خودش خطرتره واقعا سوتیاش کم خطرتره سوتیاش نمیشد زیاد مثلا شاید باشه جوخی کرد که با سوتیای بایدن سنش بود دیگه مثلا یارو زمین ترامپ که حرف میزنه تو نیم ساعت مثلا تعداد دروغ و ها و مثلا حرفای عجیب انقدر زیاده اینا خیلی کانتنت دارن و مثلا اگه چهار تاشو نگاه کنی اینا هم ندارن مثلا دوران احمدی نژاد احمدی همینو خواست آره. احمدی نژاد هم بیاد با ترامپ با هم آره هم بیاد آره دیس قضیه دیس من برای تو میشه اگه ترامپ همه با هم بشه فردا چیز خوبی که دارم سر این خوشحال میشم یه ذره مشوره شل کنه من بعد بهتون قهوه میدم آره داش یک شب ساعت 8 شب دیگه نه قهوه من به ساعت قدیم یادم کامبیز مادر قهوه ها رو خواستم یادم کامبیز حسینی هم همین رو میگفت در تو دوران که احمدی نژاد بود چی شد؟ نه تو فرا خودت گفتی که کی قرار بشه من فکر کنم ترامپ بشه فارنیس دو ما خوب میدونه در سرویس یه چیزایی میدونه هر چی رو بخوای <applause> میدونه یه چیزای عجیبی مثلا ترور شدن ترامپو قبل ترامپ میدونه نه ولی اف میاد ولی جورگن عرف با من تو اینو تو توییتر دیدم میگفتش که تو <تص> موقعی که به ترامپ گوش میدی میینه که این افکار خودشه و از خودش میاد و میاد به دهان خودش یعنی این چرخه هیچ خیلی کوتاهه آره خیلی چیز عجیب غریبی نداره ولی مثلا با یه پالیتیشن دیگه که صحبت میکنی نمیدونی این حرفی که میزنه با واقعیت درون خودش هم مساویه یا نه برای همین ترامپ رو میتونی فیس ولیو با تمام ها و تمام مشکلاتی که داره فیس ولیو میتونی قبولش بکنی ولی پالیتیشن دیگر خیلی سخت هم آخه شغل پالیتیشن اینه که سیاست باشه نباید این رفتار پوپولیستیه اینی که میگی حرف خیلی عام پسندی میزنه که هم میفهمن حالا اصلا گیریم اونم چیز باید ببینیم محتوای حرف چیه دیگه مثلا کسی که فقط نه بیان... مثلا با اون کاری ندارم من فقط این این تن و جملهش این بود که این اگر که یه جمله از این میشنوی میدونی که این از آره خودش خودش بایشم بایشم از و بهشم اعتقاد داره به اون حرفی که میزنه ولی یه نفر دیگه میتونه بیاد وایس یه سری چیزا بگه که به خیلی به من خوش بیاد بگم به چقدر جملات و فهمیدی ولی اصلا نیتشون نباشه این حداقل تهنیتش خیلی مشخصه هفته دیگه اپیزودهای دو آره دو طرف میشینیم و دفعه دیگه کورونی میذاریم اون گوشه ما ستا میشینیم نه من فرزاد قانه میکنم تو شب نه من من این بر درست درسته اینجا اندی پیره دادم اون بر طرفتار ترامپ واقعا واقعا طرفتار ترامپی با اجازه و میگه هفته دیگه از هفته دیگه خود که از خود که برگزار نمیشه کارو این مدلش میدیم اون ور کارو نمیشینیم اون سالو ما مشکل ندارم تا اون <تصفح> <تصفح> شب یه ویدیو دیدم یک به 28 مناظره میکرد طرف دموکرات 28 دیدی اونو برعکسش دیدم برای ریپابلیکنش هم هست دقیقا پس تو, بابل اون ولی کامرمان تو بابله این نه بابل این اینو تو توییتر توی دیدم آره ولی دقیقا همین یه نفر میره توی اصلا توی تو چیزا میشینه اون که تو دانشگاه میره و مناظره میکنه باشون و اصلا خوب نبود یعنی من خوشم نمیاد <كش> چیزی دستگیرت نمیشد یه کیاسی درست کرده بعد <applause> <دسته. تصح> دو داد و, و, و آره رو خیلی خرتو ولی این بابلی که گفتی جالب بود من تو این یکی دو هفته ای که حالا به خصوص ترامپ میرفت پادکست <باردكسته> های مختلف <مطلع. تصفيق> خب از غذا این پادکست هایی بود که حالا مثلا چون کمدی بودن و همه خیلی من... پادکست رفت و آره یعنی اصلا عجیب غریب تعداد پادکست یعنی اونایی که ما دوست داشتیم هم رفت هم... همون ولی یه سریار رفت که اصلا من تا نشینه بودم یه آره ما رفت. ما رفت. رو. ولی نه تجربه من بود که چون مثلا این پادکست بود که من خودم دنبال میکردم حالا سالها بعد گوش دادم حرفای ترامپ و فلان فلان بعد میخواد آمپول <تص> عکسشون رو بگیر رو درو این فکر کنم میگه که میخواد به ایشون آمپول بزنه تو حرف دمر خوابیدن گل آوردن تاکل یعنی هیچکی کی نمیبینه ولی خیلی خوشو زمین برای آمپول میزنن ولی خب گل کسایی که میخوان ببینن آقای حسین خوابیدن کف زمین استودیو خب آره بعد من یه لحظه خب کاملا رفته بودن تو این بابلی که کارو میگه تو اون حبابی که سمت راست و ریپابلیکن و اینا بعد اصلا فکر نمی کردم که کاملا این پولینگ و حالا این نتایج اولیه که میگیرن نظر سنجی و اینا فکر کردم اصلا صد درصد ترامپه بالا فلان برفت نظر عدد اینا این کردم دیدم حالا اون موقعی که من می دیدم خیلی تقریبا پنجا پنجا بود و بعد یه فهمیدم که او من واقعا توی بابل توی بابل و کامل یه اتفاق که... در واقع ازت گرفته میشه بفرمایید همین یه اتفاق دردناکی که تو دنیا همیشه افتاده الان هم میفته الان قوی تر میفته به خاطر اینترنت و سوشال مدیا اینی که ذهن ما دستکاری او... میشه دیگه خیلی وقت این خاموش شده چرا به خاطر اینکه واتس به حال منو ندیدین دیگه بچه‌ها رو بیشتر میبینید صدا, صدا زب شده صدا زب شده خب الان چیکار می‌تونیم بکنیم هیچی تو البته میشه Connectش نه خب بذار ساب کنیم نه دو دقیقه صحبت تو صحبت تو آره یه اتفاق دردناکی که <تصفح> <تصفح> سالهای سال داره میفته و حالا الانم به خاطر سوشال بده خیلی وحشتناکتر شده اینه که دقیقا همین موضوعه ماها با توجه به اون علاقه که داریم میفتیم توی هم. بابلی هم. و توی اون بابل که بیفتی به خاطر حالا تبلیغاتی که انجام میشه و پولی که گذاشته میشه اینا به هر قیمت میخوان تو رو جذب کنن و عمیقتر فرو بری توی اون بابل و توی بابل که فرو میری دیگه نمیدونی بیرون چه خبره تمام دوره بیه مثلا من شبا میشینم این لیت نایت رو میبینم همه دموکراتند هم. آره. مطلوب منه دیگه اون نگاه نمیکنم هم ممکن اتفاق بیفته این یه مشکله حالا این مشکل رو یوتیوب میتونست تا یه حدی حل کنه به خاطر اینکه فاندد نیست دیگه در واقع سرمایه گذارش مثلا یه شبکه تلویزیونی که سمت و سوش مشخصه نیست خب آدم های حالا همین آدم مستقل میتونن توش کار کنن یعنی آدم این امید رو داره که واقعا یه کسی باشه که میاد و حقیقت رو میخواد به شما ارائه بده به جای اینکه حالا نظر شخصیش رو بگه یا دنبال این باشه که به هر دلیلی حالا سمت و سوی اون شبکه رو دنبال کنه که درآمدزایی بشه ولی خب تو یوتیوب هم باز این اتفاق نمیفته همچنان اونجا بابل هست همین کسایی که ایمان میگه مثلا تبلیغ میکنن ادورتایزر اینا میتونن به تو سمت و سو بدن خلاصش اینکه حالا ابزار این حالا ما یه اپیزود راجع به رفتیم از احمدی نژاد گفتیم از آلمان ناتسی گفتیم توی جنگ جهانی دوم اونا با چه ابزارهایی این کارو میکردن م. اون موقع امکانات نبود مثلا فرستنده رادیویی لب مرز گذاشته بود برای فرانسوی ها مثلا چیز پخش کنه الان ابزار دیگه همه چیز هست همه هم ازش استفاده میکنن ایران جمهوری اسلامیش استفاده میکنه هم چینش میکنه آمریکاش میکنه خلاص همه ماها به هر دلیلی یه و یه سری از این سوشال میدیا اینا هم دیگه وحشتناک میشه مثلا تویتر جایی که بابلش خیلی وحشتناک آره. دیگه میفتی اون تو و اخبار حالا چون لفظ فارسیشون هم میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن و دیگه میکشاتش تو و هیچ راهی خب ببین از اون ورم چیز دیگه از اون توی یوتیوب همون کسی که اومده داره نظر خود شخصیشو میگه دیگه حتما نظری که اون میگه نظر درست نیست نظر غلط هم نیست نظر شخصی خب همین ببین مثلا فرض کن راجا همین حمله اسرائیل به ایران خب تو نیاز داری که یه در واقع خبرگزاری شخص سالس ثرد پارتی بیاد بدون جهتگیری دقیق به ما بگه که آقا چه تا جایی که حالا ات... 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 چون یه سریاش که محرمانه است دیگه به ما دقیق بگه که آقا چه اتفاقی افتاده مثلا چه جوری انجام شده کجا رو ولی ما این اطلاع رو نداریم نمیشه داخل که ایران اطلاع به بیرون نمیده اون هم خب یه سری مسائل محرمانه خودشونه ما نمیدونیم دقیق چه اتفاقی حالا یه سری عالمه ویدیو تحلیل فلان دیدیم ولی ما به عنوان آدمی که حالا ما زینفیم حق داریم بدونیم چه اتفاقی واقعا افتاده ولی ما اینو نداریم حالا اینو تضمین بدید به تمام مسائل دیگه آره. آره. نه ببین من من بر این باورم که همه آدما تا یه حدی بایستن یعنی من فکر نمی کنم. هیچ آدمی وجود داشته باشه هیچ بایستی وجود نداره یعنی نداشته باشه توی ذهنش هر کسی به طرفی به قول فراد سوینگ میکنه دیگه فر... خود شما, شما گفتین من گفتم شو... نه اون استیت بودن شخص نبود آره سوینگ سریال چیزی دین یالا من هفته پی ببخشید من خواهش میکنم دور زدم بیرون هفته پیش یک شنبه همچی وقتی <تصفح> دقیقا همچی وقتی نشسته بودیم و بیکار بعد فیلمی که ایمان پیشنهاد داد اپیزود قبلی رو نشستیم دیدیم A man called همین کنر چیز فراد میاد خب؟ میاد باره. بعد خب خیلی فیلم قشنگیه خیلی جالبه اون کمدی هم که ایمان میگفت و اینا تو شدم حس میکنه ولی اصلا فیلمی نیست که یک شب شب ببینید نه غمگین بود آره اذیت میشی تهش خیلی اذیت میشی چون با کارکتره مثلا یه رابطه پیدا میکنی و تا تهش میری و تقریبا از حد میزنی که آخرش بشه صورت قراره بشه اینا بعد من به جایی رسیدم که دیگه نمیتونستم تو خونه بمونم زدم از خونه بیرون زدم از خونه بیرون اینقدر <applause> آره حالا خودم خودم شرایط قبل از دیدن فیلم هم زیاد مساعد نبود این کمک کرد من گفتم و من گفتم آره من گفتم نه این حساس دیگه با تو نیست بگم چون من فشخورم نیست خیلی ملسه من اینا رو باید بگم نه. قبل پادکست. هستم گفت بله بله قربان بعد اینجا یه جاده هست حالا راجبش خیلی صحبت شده قبلی سایپرس بله میریم به سمت سایپرس ماونتن کاسه سایپرس بله سایپرس بول. بول بله بوله شبیه بول دیگه اینجوری میره بالا آه. به نظر من نمیدونم بعد چه تصمیهش نمیدونم میشه بعد این سایپرس اینطوریه که مثلا اولش دو سه تا پیچ که میخوری یه, یه تیکه‌ای داره که وای میسی ماشین پارک میکنی و کل شهر زیر پاته آره ویو پوینت بهش میگن ویو پوینت اونجا سایپرس ویو سایپرس ویو پوینت خیلی خیلی قشنگ بود م. خب اونجا یا باید عاشق شده باشی بری یا دیوونه شده باشی آره دیگه قمگی دپ باشی آره من دومی دو بودم دیگه دپ بود. آره دف بودم دپ بودم بعد رفتم اونجا و خیلی حال داد خیلی منظره عالی بود قشنگ اون بارو از رو دوش و از رو همه روح و اینا برداشت و اومدم بیام گفتم بذار این مسیر رو تا ته برم بالا امه. برم به خود پیست اوج تاریکی پیست اصلی برسم آره رفتم و رفتم و اینا مثلا وسط راه شروع شد مه مهه عجیب بعد این مهه رو خب مثلا من اگه یکی دیگه کنارم بود حتما اون شخص میگفت نریم دیگه اصلا این نمیبینیم جلو اون دیواره بعد من تا یه جای خوبی ماشین اتوماتیک خودش نور بالا زده بود من متوجه نبودم که این نور بالاه و نور بالا تو مه تقریبا جلو تو برعکس نه این کارو آره اله. اله حالا فیلم اینم دارم میتونم یه تیکه بذارم چرا این فیلم میخوان <applause> فیلم آره کانتنت <applause> کریتر اصلی واقعی فرهاد آره فرهاد <applause> هر روز داره ولاگی درست میکنه دیگه فیلمی که نشون میده حالا نور بالا و نور نور پای نور معمولی به چه صورته بعد رفتم و <applause> رفتم <تص اینا یه جایی شد حالا به ایمان گفتم یه جایی شد که من فقط خط زرد وسط جاده رو دنبال میکردم یعنی خب شما تجربه مشابه دارید ایمان جان میدونم آره و خیلی ترس خیلی وقت خود نترسیده بودم به معنای واقعی میدونم. ولی بازم ادامه دادم خوابی گفتم حالا فوقش چی میشه دیگه حالا یا میفتیم یا... میافتیم ته دره یا هم که یه خرسی رفتی تا خود پیس رسیدم رفتم دید. آره ولی یهو ترسیدم چون یهو یه بسته شد اوه من وسطش چراغ خاموش کردم من خاموش میکردم ولی بودی ارور... یا من بودم من بوده با هم بودیم نه کی پوش من <laughs> خیلی باحاله که من چرا خاموش کردم که با عودی من بودی من چراغ خاموش کردم یه خود تاریک آره خب من تو زدم من داشتم میروندم نه یه دفعه با تو داشتیم سرپاینی از اسکی برمیگشتیم برف میومد همین هم که من میگم من برف بود سایپرس با تو با هم بودیم سایپرس رو میرفتیم بالا آره یه دفعه شدش میرفتیم بالا من نشسته یه دفعه پایین تو نشسته بودی یه میفتیم بالا من نشسته بود اما روز اول میخواستم بدم نه اینی که من یادم ما, ما رفت میرفتیم می‌رفتیم اسکی اینی که تو میگی برفم رو زمین بود و ماشین من لاستیک زمستونی نداشت آها آه شاید. آره. شب بود؟ بله شب بود بود هرام بود بعد جالبیش این بود که هیچ سرمان. ماشینی نهیده من تو رفت و برگرد معلوم آخواد میبندن اونجا رو منم چیزی تو رفتی بود نه برف نبوده نه برف نبود تا بود باعت... تا بستونا میبندن ده به بعد میبندن نه تا اون بالا رو بسته بودن ولی تو این مسیر یعنی هیچکی نمیخواست مثلا مثل من اصلا من... اونجا موتور سوار و اینا میرن آره نه باز باید. میدن نیست داریزه. دیگه توی اون تو شب و تو مه هیچ, هیچ... اونایی که میرن خیلی بزرگه اصلا خیلی کم پیش میاد من ببینم با وجودی خیلی یه ویدیو از این قضیه که با موتور سی جی 125 بعد تو بر آره دیدم اشاره شده به سایزش و اینا پیکنیکی گاز پیکنیکی آها بله بله بحث موتورم بود خب ولی یه جالب آره پروسه خیلی جالب بود تهش خیلی, خیلی خوشحال شدم از کل اتفاقات هم فیلمه هم تاثیری که رو گذاشت هم استوپ فیلم رو داره. ولی با اینکه خیلی فیلم سخته ولی من بعضا پیشا می کنم ببینید باحال فیلم قشنگیه فیلم جالبیه ولی یک شب شب نبینید شب. من پنج رو جمعه چیکار کردی پنگوئن پنگوین آها پنگوین ادامه دادی خانم شهراب داشت اصلا با ببینید بله بله کلی ریفر میکنن به فرهنگ ارجاع میدن به فرهنگ ایرانی خورش بله. بادم جون درست میکنن بله بله. توی فیلم درست میشه صداشون هم خیلی صدا زد... با همون صدا برای صحبت کردن اش بم میداره صداش خیلی عالیه یعنی يعني... مطمئنا داره چیز داره دیگه اودیو بوک و اینا داره خانم مدیتیشن بعد داشته باشه هر چی اون صدا رو نباید اون صدا رو باید با خیلی با دمش دمش سریال خوب نیستی من درگیرم حسین در لاست میبینه ای من ندیدم تا حالا حسین جز آدمای خوشبخته چون لیست سریال خوبایی که ندیده خیلی بزرگه اصلا. دیگه چی ندیدی سریال اصلا اصلا ندیده بریکینگ بد <تصفح> خب ایشون آماده ریلیشنشیپ این بشینن با هم ببینن آره <تصفح> ایشون الان اینطوریه بینج واچه الان خوراک بینج تنها سریالی که تقریبا تاخرش <تصفح> <اونو> <تصفح> تا آخرش دیدیم هندز می تلز اونو تا من تا آخر ببینم ما به زور من این بنده خدا رو از چی شده لاسوس اون دیدی اون سوس هر چیو دیده آره. من فکر بزنم لاسوس کوتاه هند میسیل من نتونستم ببینیم عجب سریالی من نفسگیره اصنی. اصلا اصلا دیوونه میشه بعد وسط انقلاب ایران بود و اصلا غم رو غم و مزه بود نمیشه خودمون بودیم خودمون بودیم اونا هم قبلش من دیده بودم اونو نه ما دقیقاً آره. تازه داشتم دید. میدیدم بس دیوونه میشد خیلی من شبیه بنده خدا تازه اومده بود اوایل <تصفح> موجر از دپرشن زیاد با منم من گذاشته بودم پوشیشش داشتم با یه حزب تل میدیدم <تصفح> <تصفح> اصلا بعضی موقع اینطوری بودم من استاب میکردم گفتم من واقعا دیگه نمی خیلی وحشتناک بود یعنی به من یه یه ساعت کاری هم دیدیم یه تا جایش بله سه شد من کارون با هم دیدیم من زخم به قلب یه آقا من میدونم در چی میخوام صحبت کنم بفرمایید جوکره دیدین؟ جو... فیلمه جوکر دیدین؟ فیلم جوکر؟ نه. من یه بله. همین جوکر جدید قسمت خانوما رو من دیروز تمام کردم. نه قسمت آقایون بعدی شو دیدین؟ نه هنوز. آقا من ازتون خواهش میکنم با... یه سری چیزها از زشته. مثلا سلام هیتلری دادن خیلی زشته. آره. آره. واقعا آره. کار زشتی. این یه زشت. نفر یعنی با لهجهش یعنی یه زبان آسیایی و مسخره گفتن دوباره کردن این کارو آره. اصلا این که دیگه شده خوراک جوکر دیگه که یه نفر آره. میاد یا حرفای ریسیستی خیلی عجیب غریب میزنن یا مثلا سوسک میندازه میگه غذای چینیه اینا رو دیسشون کنی این خیلی این کار خیل. زشت و کار بی فرهنگی و کار پایینیه من اینو سلام تو نواشم هیتل... میم سلام هیتلری که خیلی سلام خطرناک همتون هم هم بلند شید با هم بعد یا ها... تو اتریش زندگی میکنه سلام هیتلری میده اوه او اون او دیگه بس کن دیگه مرد مومن ببینید ایمانو دیگه خیلی ناراحت میشه همش مهمان برنامه هست <applause> از... <applause> واقعا وغ... ان... من... من حاضرم مهمان برنامه باشم من حاضرم مهمان برنامه باشم ولی اینا رو بگم واقعا وغ... کار زشت نه خب وارده یعنی یه بارده سری بارده. چیزا هست شور تو میتونی با شوخی بکنی حالا لب مرزه میفهمم ولی یه سری چیزایی که دیگه تو دنیا دیگه اصلا خیلی ها یعنی خیلی با پایین باشی هیچ که... اصلا چیزه یعنی که, که نه تنها به جز آقای ترامپ هیچ کسی دیگه ای نمیتونه که دن نه دن نمیتونه. تنها اینو توی برنامه زنده این نفر اومدن چهار نفر تو برنامه‌تون بودن همه با هم اجرا کردن ادیت شده شما اجازه دادی بعد رفته شما مجوز م... گرفت مجوز یا هر چیزی یه نفر دیگه اینو ریلیس کرده از من دیگه از اون پروسه بعدی آخه دیگه نوکره هم بعد شما آدمای گنده ای هستین تو مملکت یعنی آدمای مثلا روشن فکری محسوب میشید که میگم می عجیبه مثلا, مثلا هنرمند این ندونه این این اینا رو, اینا رو تو باعت... آره. یه سری چیزا رو نه دیگه. نه دیگه ببین يعني... نمیتونم قبول بکنم همه اینا خارج رفتن من نمیتونم قبول بکنم تو اگه خارج از ایران قدم گذاشته باشی یا مثلا چه من نه... خیلی اذیت میشم خیلی ناراحت میشم کمک کننده نیستا که چی خارج رفتن نمیگم فاکتور کمک کننده ولی از اصلا بذار یه ذره کلی تر بگم اگه من واقعا انتظار دارم از این اینترنت استفاده کنی یه سری زاری یاد بگیریم یه سری چیزها رو واقعا آدما نباید خیلی بده یه سری کارا رو ما خیلی اوپنلی انجام میدیم در موردش صحبت میکنیم بهش افتخار میکنیم که خیلی زشته واقعا مسخرمون میکنن در خارج از از این تیکه که تو گفتی واقعا باید استفاده کرد و یاد... چون واقعا شاید یه سری ها شانس اینو نداشتن که راجع به این قضیه یاد بگیرن حالا با هر سن و با هر تجربه و چیزی این میتونه یه چیز باشه دیگه این میتونه یه آره شاید آره واقعا تجربهش یعنی فرصتش نشه ولی خیلی حرفش درسته میگه هنرمند تو انتظار آره دید. میگم اگه هنرمند ندونه دیگه ما هم بدونم تو باید بدونی نباید مسخره با... به برعکسش رو فرض کن اگه یه کشوری بیاد یه تنظیم بسازه فرض کن مثلا لهجه ایرانی‌ها رو مسخره کنه غذای ایرانی‌ها رو مسخره کنه جرش میدی تمام یارو توی بازی فوتبال داوره سوت درست میزنه فوش مادر بهش میدی چه نه فرض کن مثلا یکی بیاد ایرانی‌ها خره کنید جرشی بعد مثلا میری حالا آسی شرقی ها رو کار سطح پایینه یعنی خیلی لودگی با تنز فرق داره خیلی ببین این کسایی که دارن این کارو میکنن کسایی که ما تنزشون سالها خندیدیم بزرگ شدیم بهشون احترام گذاشتیم برامون جذاب بوده اداشون رو در آوردیم میدونی برا من خیلی این ضربه به مرکزم میزنه هت مای کور وقتی که یارو میاد توی این سن با این همه اطلاعاتی که الان توی دنیا هست با این دسترسی به اطلاعاتی که وجود داره من فکر نمی کنم هیچ جای دنیا باشه که حتی اون ترامپی هم که میگی در خفا اون حرفو میزنه نمیاد تو تلویزیون سلام نظامی هیتلری بده اگه بده که خیلی عجیب میشه که حالا ما اینو لفظش اومدیم این میده حالا ببین تو <تصحات> این شب 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 چون ولی تو رو <تصحات> بردید <تصحات> یعنی من واقعا ازتون خواهش میکنم یه ذره به یه سری مسائلی که کمتر توی ایران در صحبت میشه ولی در جامعه جهانی اینا کارای زشت و حساسیه خواهش میکنم از این اشتباه بازم دارم مثلا همین احسان علی خانی همین قسمت خانوم آخرش یا مثلا اینو بایستادن داشتن صحبت میگه یا اومد پایین چرا اینجا پا تختی شد؟ اوه. خیلی حرف زش... <تصفح> زنندهیه اصلا اصلا این... یا نمیفهمه مفهوم این حرف چیه ایه. که چقدر مثلا سکسیست این حرف یا بقیه هم بهش خندی من نیدم بقیه آقای بقیه هم بهش خندیدن نه بقیه مثلا ایگنور کنم من یه وقتی که مثلا بد صحبت میکرد با آره من, یا... من من, نتونستم ببینم یه ویدیو دارم چرا منم یه من یه اپیزود فکر کنم دیدم یه یه چیز دیدم اینجا چرا پا تختیشو یعنی چی چقدر به قول ایمان تو ادیت هم اینا این شانسو دارن که اینو بردارن ولی ادیت چیه مثلا خودشون مثلا یعنی انتظاری نیست عجب خب آره. مهمان من به عنوان مهمان این برنامه خواستم که نظر خودم بگم اینو نوشته بودم که در صحبت بکنم و خوبه. بگم خوبه. که این این چند هفته است که میخوام بگم و یادم میاد این هم سگمنت خوبی میشه آه. آره خواهش میکنم ازتون نکنید این کارا رو دمتون گم مرسی که تا اینجا برنامه با بودید ما چه شد یک ساعت و 17 دقیقه رازی راضی باشید دیگه راضی باشید آروم شروع کردیم به خاطر اینکه از وسط از سیزن جدید که میره من میخوام با یه شد. موضوع این سیزن جدیده این دیگه میتونه از اول اکه. سیزن جدید باشه من سعی میکنم هفته بعد نه نشد بعدش با موضوع بیم هر موقعی که آماده بودی این کار با هر کی قول هر خود نرم پر قدرت ولی دوست دارم دمتون گرم ما آره خواستم بگم که این اپیزود این آه... رو هم بگم دوست داشتم که اپیزود قبلی اولی باشه به خاطر اینکه اینترو جدیدو رفتیم و اینا ولی خب خب میتونه اون باشه کیونم. نه دیگه گفتم که از گفت دوست داشتم باهاتون اول مشورت بکنم و بعدم اینکه نه که... تو هم اولی هم میذاری اپیزود ج... فصل جدید ما م... حالا بذار تا, تا تا پیش بریم یه کم اومد بگیم اونا بزاره <applause> بچه خوابه بچه <applause> <احش> خوابه <applause> من اونو درسته شو کنم ولی دمتون گرم مرسی که تا اینجا اپیزود با ما بودید مرسی ایدوش ایدوش که با ما گفتید رو. و خندید آره ولی شما هنوز نور هست بعد تاریخ <applause> ما دمتون گرم عشق منید موقع خودتون باشین فلا خدافز خدافز